قدر کانون استراتژیکی نبرد را چطور؟ من که در هر بحثی، در هر آموزشی، در هر پیامی گفتم و میگوییم و تکرار میکنیم نقدینه بزرگ ملت ایران در مبارزه آزادی بخش با رژیم ولایت، چه چیزی از این نقدتر، چه چیزی از این سرفرازتر؟ پس از 7 سال، به خصوص پس از سال 88، پس از قیام، پس از چهارشنبه سوری، پس از انتخابات عراق، پس از کارزار جهانی مریم، پس از احیاء نسل قیام و انقلاب با تجربه 30 ساله مجاهدین و آموزش هاشون، اما تبریک اصلی در نوک هرم، علاوه بر همه این تبریکات، خودتون هستید، شما تک تکتون، کسانی که صندوق صدق اشرف رو پر کردند. کسانی که رنج 7 ساله رو صادقانه تحمل کردند، بدور از طعمه، بدور از اپورتونیزم. آنها را میگویم. با مرزبندی با طعمه های اطلاعات آخوندی و اپورتونیزم سیاسی و تنزل از آرمان‌ها و اصول و حقوقشون، اشرفیان را میگویم. اونها قدر این پیروزی رو خوب میفهمند و حس میکنند، چرا که لحظه به لحظه این 7 سال از روز بمباران، در همین ایام که یادتون هست در زمان پراکندگی تا امروز، دیدند، بودند، چشیدند، حس کردند، لمس کردند و فهمیدند. اغلب این پیام‌های تبریک که میفرستادید یا فرصت صحبت اگر میشد، من میپرسیدم که آخه تبریک چرا؟ فقط برای تحول طبیعت و نوروز باستانی و سنتی خودمون، که البته جای خودش رو داره، فقط برای همین به گونه سنتی، یا نه دلیل دیگری هم دارد؟ دلیلش 7 سال است، دلیلش سال 88 است، دلیلش قیام است، دلیلش چهارشنبه سوری است. چه نشون داده شد؟ چه چیزی کف و موج روی آب است؟ و کیست سنگ صبور و پایدار مقاومت؟ اما در رأس همه این دلایلی که گفتم، خودتون. رژیم، رژیم پارسال نیست، به دلیل شکستن طلسم و قیام. عراق، عراق پارسال نیست، به دلیل شکست استراتژیکی رژیم و روشن شدن موتور ژئوپلیتیکی که از قدیم بحثش رو داشتیم. مجاهدین، این مجاهدین هم مجاهدین پارسال نیستند. مقاومت ایران، این مقاومت ایران هم در نقطه پارسال نیست. بله بله، در نوک این هرم خودتون قرار دارید. چرا؟ به خاطر پرداخت ورودیه، به خاطر صندوق صدق. در یک کلام، به خاطر بیا 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 کلید عصر طلایی.